سرخط خبرها. چین از طالبان خواست به نگرانی های منطقه جام جهانی در مورد تشکیل حکومت فراگیر پاسخ دهند. آمریکا مشروعیت طالبان با کنار گذاشتن زنان به دست نمی آید. طالبان خبرنگار رادیو آزادی به اتهام توهین به مقدسات بازداشت شده است. و سازمان ملل اکثر شهروندان افغانستان قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نیستند. با درود و سلام، امروز جمعه 31 حمل 1403 برابر با 19 اپریل 2024 من سجی حسینی شما را به شنیدن این سرویس خبری از خبرگزاری شانا دعوت می کنم. مشروع خبرها. چین از طالبان خواست به نگرانی های منطقه جام جهانی در مورد تشکیل حکومت فراگیر پاسخ دهند. در سومین نشست سازوکار ارتباطی و همکاری چین و طالبان در پکن، رئیس بخش آسیایی وزارت خارجه چین به هیئت طالبان گفت کشورش مایل به مداخله در امور افغانستان نیست، اما امیدوار است طالبان به برخی از نگرانی های منطقه جام جهانی درباره تشکیل حکومت فراگیر پاسخ دهند. در این نشست هیئت مشترک از وزارت های خارجه، تجارت، معادن، مهاجران و اداره رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان در گفتگو با نمایندگان وزارت خارجه چین شرکت کرده است. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی نمایندگان چین در این نشست، تجارت میان چین و طالبان در سال گذشته به 1.33 میلیارد دلار می رسد. وزارت خارجه طالبان با نشر خبرنامه درباره این نشست نوشت که در مورد سازوکار بازسازی اقتصادی افغانستان، افزایش تجارت، ظرفیت سازی و همکاری در بخش معدن و تجارت گفتگو شده است. طالبان می گویند چین تعهد کرده است که ارائه کمک 100 میلیون یوان حدود 13 میلیون دلار برای اسکان مهاجران اخراج شده افغانستان را بررسی کند. طبق خبرنامه طالبان در این نشست در مورد امکان افتتاح دهلیز واخان و آغاز استخراج معدن لوگر نیز گفتگو شده است. چین هنوز به صورت رسمی اعلام نکرده است که حکومت طالبان را به عنوان حکومت افغانستان به رسمیت می شناسد، اما سفیر این گروه را پذیرفته است. آمریکا مشروعیت طالبان با کنار گذاشتن زنان به دست نمی آید. وادند پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که اگر زنان و دختران افغانستان از مشارکت در جامعه و اقتصاد کنار گذاشته شوند، طالبان به مشروعیت نخواهند رسید. پاتل روز چهارشنبه 29 حمل در یک نشست خبری تاکید کرد که حقوق برابر برای زنان و دختران یک اصل کلیدی سیاست آمریکا در افغانستان است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، این گروه حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان را نقض کرده است. جامعه جهانی یکی از پیش‌شرط‌های حرکت به سمت عادی‌سازی روابط با طالبان از جمله به رسمیت شناختن این گروه را رعایت حقوق زنان و تشکیل حکومت فراگیر اعلام کرده است. با این حال این گروه همواره در واکنش به فشارهای بین المللی گفته است که ممنوعیت کار زنان موضوع داخلی است و کشورهای دیگر نباید در امور داخلی طالبان دخالت کنند. طالبان خبرنگار رادیو آزادی به اتهام توهین به مقدسات بازداشت شده است. طالبان می گویند حبیب رحمان تأثیر خبرنگار رادیو آزادی را به علت توهین به مقدسات بازداشت کردند. اما منابع می گویند که استخبارات طالبان آقای تأثیر را به علت یک پیام صوتی در واتساپش بازداشت کردند. هرچند آقای تأثیر نزدیک به 2 هفته است که در زندان طالبان است، اما رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در غزنی روز پنجشنبه 30 حمل بازداشت وی را تایید کرد. حمدالله نصار حبیب رحمان تأثیر را به توهین به مقدسات و ارزش‌ها متهم کرد،
اما توضیح بیشتری نداده است. از سوی دیگر سایت هندوکش نزدیک به استخبارات طالبان یک کلیپ صوتی از آقای تأثیر منتشر کرده است که حاکی از مشاجره لفظی آقای تأثیر با یک ملا در واتساپ و توهین به یکی از دوستانش است. به گفته این منبع دلیل اصلی بازداشت این روزنامه‌نگار گزارش رادیو آزادی است، اما پس از دستگیری پیام صوتی در تلفن همراه وی پیدا شده است. اکنون طالبان ادعا می کند که دلیل بازداشت وی همین پیام است. بررسی پیام های فعالان مدنی و خبرنگاران در شبکه های اجتماعی و واتساپ یکی از روش هایی است که ماموران طالبان پس از دستگیری آنها انجام می دهند. در 2.5 سال اخیر طالبان ده ها خبرنگار را با بهانه های مختلف دستگیر و شکنجه کردند و شماری از خبرنگاران همچنان در زندان های طالبان به سر می برند. سازمان ملل: اکثر شهروندان افغانستان قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نیستند. اندریکا راتاتا، معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه این سازمان، گفته است که اکثر افغانستانی‌ها قادر به تأمین نیازهای اولیه خود از جمله غذا و مسکن نیستند. راتاتا دیروز پنجشنبه در اعلامیه گفته است که حدود 15.8 میلیون افغانستانی در سال جاری میلادی با بحران و ناامنی غذایی روبرو خواهند شد. او به نقل از نظرسنجی مؤسسه گالوب گفته است که میانگین امید به زندگی در 5 سال گذشته در افغانستان کاهش یافته است. بر اساس این ارزیابی، 95% مردم افغانستان زندگی خود را رنجاور می دانند. این نهاد بر سهمگیری کلیدی زنان برای ارائه کمک ها توسط زنان برای زنان و دسترسی برابر به حق آموزش تاکید کرده است. وضع محدودیت های سخت گیرانه طالبان علیه زنان، فرار سرمایه گذاران، رکود تجارت های کوچک و نبود زمینه های اشتغال زایی فقر را در کشور گسترش داده است. بانک جهانی در سال گذشته میلادی گفته بود که با تسلط طالبان بر افغانستان نرخ بیکاری 2 برابر شده است. با سپاس از همراهی شما، وقت بخیر، خدا نگهدار.